من منك بر ډیره زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړه او له دې به شروع وکړو چې دا اوس په افغانستان کې دغه موضوع تازه روانه ده. خلکو سره اندېښنې هم شته، خلکو ته په اړه یې راپورونه هم رسېدلي دي. هغه دا ده چې د لوګر ولایت د مدني ټولنو یا د مدني ټولنې مشر موسی محمودي یو ملګری او همکار احسان الله حمیدي، تاسو په جریان کې هستئ، څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت له لورې نه د یوې موضوع په تړاو ونیول شول. راځو دې ته چې د تاسو له نظره د دوی نیول د افغانستان د ملي امنیت د ریاست له لورې څنګه کار و؟ له تاسو نه هم ډېره مننه. در مورد دستگیری آقای حمیدی و محمودی باید بگویم که اونا فعالان مدنی هستند و بعد از اینکه گزارش در مورد آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده جنسی کودکا در لوگر منتشر شد، اونا چی شدن؟ با اصلا غایب شدن. هیچ کس امرشان تماس برقرار کردن نمیتونست. خانوادهشان با ما تماس گرفتن، نهادهای جامعه مدنی، و بعدا ما خبر شدیم که اینا امنیت ملی اینا را دستگیر کرده. امنیت ملی هیچ نقش در این پروسه نداره. کارشان دستگیری که اتفاق افتاده غیر قانونی بود و به میدلیل آن بود که بعد از اینکه نهادهای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر این موضوع را خاطر نشان کردن، حکومت تصمیم گرفت که این افراد آزاد شوند دوباره و دوباره به محل امن انتقال پیدا کنند، بر رضایت خودشان، بر جای خودشان راحت هستند، به محل امن باشند، به خاطر که سطح تهدید در موردشان بسیار بالا بود. موږ هم په غور از که دا راپورونه درلودل، بلدا چې هغوی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هغوی وسپارل، تا سوکراتو و ایتیاقوی وست چی ریدی؟ اونا تحت نظارت ما آزاد شدن، به این معنا که همکار ما اونجا حضور داشتن، به خاطر که از آزادیشان مطمئن شدن و بتونن نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها و مردم افغانستان اطمینان بدن که این دو نفر دیگه در قید امنیت ملی به سر نمیبرن. اما این که در کجا بود و باش میکنن بر ما مشخص نیست. ما نمیخواستیم هم بفهمیم، این به خاطر که او حق شخصیشان است که تصمیم میگیرن که در یک محل که خودشان امن میدانن به سر ببرن. د تاسو له نظره له دې وروسته په ځینو نورو ولایتونو کې چې د ښاغلي محمودي او احسان الله حمیدي په شان چې هغوی دغسې فعالیتونه ترسره کوي، که چیرې دغسې د حکومت له لورې غیر قانوني دوی نیول کیږي، څه فکر کوئ د هغوی د کارونو یا د فعالیتونو پر وړاندې څونه نور خنډونه جوړیږي یا د هغوی په تړاو اندېښنې څه دي؟ خب طبعا مدافعان حقوق بشر و کسایی که بر نهادهای جامعه مدنی کار میکنن باید امنیتشان از طرف دولت گرفته شود. وظیفه دولت تامین امنیت از اوناست، نه ممانعت برای کار از اونا یا ممانعت برای آزادی بیان یا برای تحقیق مستقل و بی‌طرفانه یا تحقیق مسائل حقوق بشری. به این دلیل هم اقدام امنیت ملی بر ما نگران کننده بود، به خاطر که پیام را که میتونه بفرسته به مردم و فعالان حقوق بشر که در ولایت‌های ناامن افغانستان در شرایط بسیار دشوار کار حقوق بشری میکنن، مستندسازی میکنن، قضایای نقض حقوق بشر را مستند میکنن. به این دلیل هم این اقدام بر ما بسیار زیاد نگران کننده بود و اعتراض ما را برانگیخت، چون پیام را که باید به مدافعان حقوق بشر از طرف دولت برای است که اونا حمایت میشن، اونا امنیتشان تامین میشه، اونا میتونن آزادانه به کار خود بپردازن. او تاسو یو پریکړه کړې وه چې د هغې موضوع د څېړلو لپاره به یو پلاوی ټاکئ، څنګه سه هغه کار؟ آیا پلاوی وټاکل سه چې لوګر ته لاړ سي او په دې مسله باندې تحقیق وکړي؟ لوی څارنوالي یک کمیته مشخصه بر تحقیق قضیه شکل داده و ما هم از اونا در تماس هستیم و گفتگو کردیم. همکارای ما روز چهارشنبه و پنجشنبه با اونا صحبت کردن، به خاطر که ما بتانیم در هماهنگی با هم پیش بریم، و کمیسیون هم تحقیقات مستقل خود انجام خواهد داد. تحقیقات ما مشخصا تمرکز خواهد کرد سر مسائل مربوط به قربانی ها، به خاطر که اولویت ما ایست که قربانی ها به حمایت های، اگر قربانی های دهی قضیه وجود داره، اگر قضیه به یک گستردگی بوده، طبعا داد زیاد اطفال متضرر شدن و اینا باید از حمایت های لازم برخوردار شون و اینا بتانن که در امنیت به سر برن، حمایت های روانی اگر نیاز دارند اختیارشان قرار بگیره. بنابراین این تحقیق را که ما انجام خواهد دادیم یک تحقیق حقوق بشری و متمرکز بر قربانیان نقض حقوق بشر، مشخصا قربانیان بدرفتاری جنسی با کودکان خواهد بود. یوه مسله بشری هم ده د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د مسلې د پاره تل، یعنی دا موضوع یاد کړی د چې په افغانستان کې ماشومان باید د تعلیم له حق، یعنی دا موږي برخوردار ووسی او دا حق باید ولري. څه فکر کوئ له دې وروسته له دغې مسلې نه په لوګر ولایت کې به ماشومان د کورنۍ له لورې اجازه ورته ورکړل شي چې هغوی تعلیم وکړي؟
تمرکز ما سر از این بوده وقتی که ما امرای نهادهای جامعه مدنی صحبت کردیم، امرای مردم صحبت کردیم، اتفاقا امرای نمایندای پارلمان هم صحبت کردیم، هیئت را که برای تحقیق قضیه به لوگر رفته بود، امرای وزارت معارف صحبت کردیم. تمرکز ما سر از این بوده که وزارت معارف را تشویق کنیم که چند گام جدی در راستای پیشگیری از این موارد برداره، یعنی که مکانیزمای ثبت شکایت خود بهبود ببخشه و داشت تجدید نظر کنه. مطمئنا اگر اتر موارد وجود داشته، دوباره میگم اگر، به خاطر اینکه ما باید تحقیق خود انجام بدیم، ولی اگر اتر موارد وجود داشته و وزارت در جریان نبوده، نشانه ای است که مکانیزمای ثبت شکایت یا مکانیزمای رسیدگی به وضعیت شاگردان ناکافی است و در این حال باید کار با استادا صورت بگیره و در این حال باید یک مسئله که بسیار زیاد به این مسائل دامن میزنه در افغانستان، مسئله فرهنگ معافیت است. اگر والدین ببینن، خانواده ها ببینن، مردم محل ببینن که در صورتی که قضایا اتفاق افتاده کسایی که دخیل بودن مجازات میشن، باز اطمینانشان به معارف و اطمینانشان به مکاتب بالا میره. در صورتی که از کنار قضیه بی تفاوت ترشه، این قضیه به صورت جدی تحقیق نشه، واضح نشه که اتفاق افتاده نه افتاده، چند نفر دخیل بودن و باز در صورتی که اتفاق افتاده و افراد داشت دخیل بودن اونا مجازات نشن، باز در اون صورت متاسفانه بله، همونطور که شما اشاره کردین، تاثیر بسیار بد میتونه سر روحی خانواده بگذاره، سر علاقمندی مردم برازی که و احساس امنیت مردم برازی که اطفال خود به مکاتب بفرستن.